بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام شما شاگردای عزیز، خوش آمدین به لکچر اخیر جغرافی صنف 12 هم که مبحث کلی لکچر ما فصل 8 جغرافی صنف 12 هم هست و موضوعاتی که ما در این مبحث خدمت شما ارائه میکنیم مشکلات جهانی محیط زیست هست. در مورد مشکلات جهانی محیط زیست صحبت میداشته باشیم، در مورد وسایل نقلیه صحبت میداشته باشیم، در مورد تاثیر فابریکه ها بالای محیط زیست صحبت میکنیم، در مورد زباله های صنعتی، خطرات نازک شدن طبقه اوزونی که طبقه اوزون چی هست همچنان صحبت میکنیم، در مورد تخریب طبقه اوزون و بالاخره در مورد جنگلات و قطع جنگلات و اهمیت وجود جنگلات صحبت میکنیم. تا این لحظات که شما ما را همیاری کردین، ما موضوعات متعدد جغرافیا را خدمت شما ارائه کردیم. کلا مبحث امروز ما آخرین لکچر جغرافی صنف 12 هم هست و تلاش داشتیم تا این لحظات که جغرافی صنف 12 هم را به نحوی خدمت شما ارائه کنیم تا برایتان همچنان آموزنده باشه و برای شما هر باری که میشنوین تانسته باشه که مشکلاتتان را حل ساخته باشه و همچنان رهنمود و بسیار خوب برای حل ساختن مشکلات کنکوری و سوالات کنکوریتان باشه. از صحبت‌های زیاد میگذریم و در مورد مشکلات جهانی محیط زیست صحبت میکنیم. در جهانی که ما امروز صحبت میکنیم مشکلات متعددی وجود داره، مشکلات محیط زیستی که ممکن هست برای نسل‌های بعدی مشکلات زیادی را ایجاد کنه. این مشکلات به شکل عمدهش آلودگی آب و هوا هست. آلودگی آب و هوا، چون ما در محیط زندگی میکنیم که نیاز داریم تا آب خوب، هوای خوب داشته باشیم بر بقای خود و بر بقای نسل خود. سلامتی انسان و صحت انسان از جمله ضروریات اصلی حیات هست و هر عاملی که صحت و سلامت انسان را آسیب برسانه و بر صحت انسان مضر باشه و محیط زیست را آلوده کنه باید تا حد امکان ما انسان ها مسئولیت ما هست تا تلاش خود را کنیم تا به هر نحوی که او باشه او را از بین ببریم، چون مسبب تشکیل همه از آلودگی ها ما انسان ها هستیم. محیط که ما در زندگی میکنیم به صورت فطری پاک بوده و از جمله نعمت‌های بزرگ خداوند جل جلاله بر انسان‌ها همین محیط زندگیشان هست که برشان دادن. اما در طی سالیان محیط زیست به شکل که متفاوت آلوده شده، چی از لحاظ آب، هوا و خاک. آلودگی هایی که ایجاد شده بیشترش توسط انسان ها بوده و در پهلویش این انسان ها تانستن که بالای حیوانات و نباتات و آب و هوا و خاک و نباتات تاثیرات منفی داشته باشند. حتی بالای اتمسفر مشکلاتی را که انسان ها در طول سالیان به خاطر تمایلات شخصی خود انجام دادن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای اینمی بخش ها هم شدن. محیط زیست مجتمع یا کامپلکس کلیه پدیده های حیاتی است که شامل انسان ها، حیوانات، آب و خاک و اتمسفر و نباتات میشه. پس باید ما انسان ها که در تمام بر حیات، ادامه حیات تمام از این بخش ها باید توجه داشته باشیم و تنها منحصر به خود نداریم زمین و تمام شرایط را تنها منحصر به خود نسازیم و باعث آلودگی محیط و محیط زیست و زمین نشیم تا اینکه باشن نسل های بعدی خود ما، حیوانات، نباتات از مشکلات و آلودگی ها در امان باشن. متاسفانه اگر بخوایم از همین کشور خود شروع کنیم، فضای شهر کابل ما به خاطر دلایل متفاوت آلوده شده و از نظر صحی مشکلات زیادی را بر هموطنان، بر نباتات، بر حیوانات ایجاد کرده. به شکل عموم موادی که در مجموع باعث آلودگی هوا میشه و هوایی که اتمسفر است و باعث میشه که ما هر روز نفس بگیریم و زندگی کنیم و این هوا را ما انسان ها خودمون آلوده ساختیم، شامل مواد آلوده کننده سمی هست، مواد آلوده کننده کیمیاوی هست، صداهایی که ما ایجاد کردیم، تراکم مواد اضافی و مواد غیر صحی که ما ایجاد کردیم، زباله های صنعتی و اتمی را که ایجاد کردیم، تراکم اجسام مضر، آتش سوزی ها، عدم موجودیت کانالیزاسیون همیش باعث شده که آب و هوا بیشتر آلوده شود و باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای انسان ها در سطح جهان شود.
شاگردای عزیز، مبحث دیگری که با شما میخوایم ذکر کنم وسایل نقلیه است. وسایل نقلیه هم یک ضرورت مهم بشری برای انسانها محسوب میشه که باعث آلودگی بیشتر هوا یا پلوشن شده که دودها، دود کاربن مونوکساید، نایتروژن اکساید، سلفر و سرب را ایجاد میکنه و هوا را آلوده ساخته. بنابراین هر عاملی که باعث آلودگی محیط شوه او را به نام آلودگی یاد میکنن، که آلودگی در قسمت آلودگی هوا و اتمسفر بیشتر مهم هست، چون بر ما اکسیژن میمیته و باعث این میشه که ما انسان ها بتانیم خوبتر به حیات خود ادامه بدیم، هم خود ما و هم نسل های بعدی ما. در این مباحث بیشتر در فرم های کنکوری، در موضوعات کنکوری سوالات آمده. در مورد تاثیر فابریکه ها بالای محیط زیست صحبت کنم. محیط زیست قسمی که صحبت کردم در مجموع موضوعی است که جغرافی دان ها بیشتر بر از او توجه میکنن و کوشش میکنن که محیط زیست را جغرافی دان ها تلاش دارن که به شکل همو زیبایش که خداوند آفریده نگه دارن. اما انقلاب صنعتی که از اروپا آغاز شد و مهدش کشور انگلستان بود، تویی که به کشورهای دیگه مثل آمریکا و اینا انتقال پیدا کرد، همه و همیش باعث شد که مشکلات زیادی در سطح کره زمین در محیط زیست شود. کشورهای صنعتی همچنان از این قسمت دست پایینی نداشتند. کشورهای مثل ژاپن، چین، هند و غیره با ایجاد کارخانه های مختلف تانستند که مشکلات وسیعی را ایجاد کنند و پلوشن ها و آلودگی های را در سطح جهان ایجاد کنند. همچنان کشورهای آفریقایی و استرالی همچنان با تاسیس فابریکه ها باعث ایجاد و تولید گازهای زهرناک کاربن دی اکساید، گاز میتان، گازهای کلوروفلوروکاربن، نایتروژن اکساید، بخارات ها با اونها در سطح جهان و هوا شدن و مشکلات متعدد بر همه موجودات زنده در سطح جهان ایجاد کردن. یکی از این مشکلات قسمی که ذکر کردم گازهای مضر هست که از طریق فابریکه ها خارج میشه و بعد از صعود به هوا باعث ایجاد مشکلات متعدد میشه. مثلا گاز کلور و فلور و کاربن که از فابریکه ها و منابع سرد کننده خارج میشه باعث شده که طبقات بالای هوا که قشر اوزون هست با مرکبات کیمیایی یکجا شود و تخریب شود و باعث گرم شدن زمین و تابش مستقیم اشعه آفتاب و باعث ایجاد مشکلات بیشتر بر مردم شود. رادیو اکتیو واستر یا فابریکه های اتمی، اینا همچنان باعث ایجاد مشکلات زیادی شدن در سطح جهان. مثلا تشعشعات اتمی که اینا در ساحه 1 کیلومتر مربع ایجاد میکنن، باعث تخریب آب و خاک میشن، بالای زراعت و کشت و کار اثرات منفی میتونن ایجاد کنن، داخل جو زمین را میتونن آلوده کنن، جو فضا را میتونن آلوده کنن، با آلودگی‌هایی که ایجاد میکنن برای حیوان، انسان و نباتات میتونن تهدید بزرگ باشن و مرگ را ایجاد کنند. گاهن ممکن هست انفجارهای در این فابریکه های اتمی ایجاد شود. مثلا میشه از انفجار اتمی چرنوبل یاد کنیم که ساحه وسیعی را از بین برد و باعث آزاد شدن گاز کاربن دای اکساید شد و سرطان های جلدی زیادی را ایجاد کرد و تاسیسات مواد غذایی را متاثر ساخت و هنوز که هنوز هست و از او حادثه سالها گذشته مشکلات در عرصه صحی و میان آورده و هنوز این مشکلات پابرجا هست. یکی از معضله های دیگه که انسان ها در سطح جهان و میان آوردن زباله ها هست. زباله ها بیشتر شکل صنعتیش مشکلات را ایجاد کرده که تقسیم بندی کنیم، اگر بخوایم این زباله ها را به شکل زباله های فیزیکال یا زباله های فیزیکی یا فیزیکال استیت و زباله های بایوکیمیکال یا زباله های کیمیایی حیاتی تقسیم بندی شه، همچنان زباله هایی که از طریق سکتورهای خدماتی منتشر میشن، زباله هایی که از مواد غذایی در سطح جامعه انتشار پیدا میکنن، زباله های شهری، منابع تولیدات اتمی، تولیدات صنعتی، همیشه از جمله زباله هایی است که در سطح جهان منتشر میشن و باعث ایجاد مشکلات میشن. اگر بخوایم واضح تر هر کدوم را صحبت کنم، زباله های فیزیکی اگر بخوایم راجع بهش صحبت کنم، مثلا زباله های خانگی، زباله های شهری، آب های گندیده و امثال از این موضوعات.
زباله های کیمیاوی حیاتی را اگر بخوایم راجع بهش صحبت کنم، میشه که از کاربن، از گاز های کاربن، ترکیب و اکساید های کاربن، نایتروژن اکساید ها، کلوراید های عضوی میشه نام برم که در سطح هوا و فضا و آب و خاک منتشر شده و باعث آلوده شدن شده. زباله های که از طریق سکتورهای خدماتی همچنان انتقال پیدا میکنه، مثلا وسایل نقلیه زمینی، هوایی و بحری هست که حتی بحر را و هوا را آلوده ساخته. زباله های مواد غذایی هم مثلا نانپزی ها و تباخی ها که هستن، اینا هم هوا را آلوده میکنن، هم خاک را و هم زباله های بیشتری را ایجاد میکنن. زباله های شهری که وجود داره، مثلا مواد گندیده شده ای که در سطح شهر منتشر میشه، باعث آزاد شدن گاز میتان میشه که خودش یک معضله عمده هست. منامه تولیدی اتمی را که پیشتر بهش قبلا اشاره داشتم، آیون های اتمی را در هوا منتشر می سازه و هوا را آلوده می کنه. همچنان به این فابریکه ها که چون در پهلوی بحرها و دریاها ایجاد شده، باعث آلوده شدن آبها و دریاها می شه و باعث از بین رفتن یک حیات متفاوت به دریایی که در دریاها زندگی می کنن، از حیوانات دریایی، از ماهی ها، باعث از بین رفتن از اونا همچنان می شه. تولیدات صنعتی را اگر بخوایم نام ببریم، تولیدات زباله های صنعتی گاز کلوروفلوروکاربن است که پیشتر در موردش صحبت کردم. در این میان قسمی که قبلا گفتم، موجودیت زباله ها بزرگترین مشکل عمده بشریت را امروزه تشکیل میده که به خاطر اینکه حیات خود بشر را امروزه همین زباله ها تهدید میکنن و یک دشمن بزرگ و مخفی هست که خود انسان ها خودشان به دست خود به میان آوردن. مثلا دریاهای تایمز و دریاهای راین در اروپا، چون در پالویشان فابریکه های کیمیاوی و صنعتی وجود داره، مواد اضافی از این فابریکه ها به دریاها اضافه شده و بیشتری دریاها، بیشترین قسمتشان آلوده شده. دریای راین از منبع تا مصب 1300 کیلومتر فاصله را طی میکنه. این دریا در کشور سوئیس وجود داره و کشورهای فرانسه، آلمان و هلند را همچنان از این کشورها عبور میکنه و به بحیره شمال میریزه. خب شما حالا ببینید، وقتی که این دریا به این طول بزرگ میباشد، چندین کشور را در بر داره، بالاخره به یک بحیره دیگه هم آبش منتهی میشه، چند کشور را میتونه آلوده سازه و در این کشورها چند انسان زندگی میکنه، چند موجود زنده زندگی میکنه و باعث مشکلات به چه تعداد از افراد میتونه اینا هم شوه. شما میتونین متوجه شوین که با چیز از زباله ها را ما خود انسان ها منتشر میسازیم روزانه در سطح جهان و باعث ایجاد مشکلات بر خود ما میشه. در بر علاوه که زباله ها باعث آلودگی هوا میشه، باعث آلودگی خاک میشه، باعث از بین رفتن طبقه اوزون میشه، باعث ایجاد مشکلات سی، باعث انتشار و ایجاد مشکلات بیماری ها و انتانات متفاوت میشه. موضوع دیگه که میخوایم روش صحبت کنم، خطرات نازک شدن طبقه اوزون هست. حالا شاید به ذهنتان باشه طبقه اوزون چیست؟ طبقه اوزون یا اوتری بالای طبقه اتموسفیر به ارتفاع 1500 کیلومتر از سطح بحر به مثابه یک مانع یا یک لایه هست که مانع رسیدن اشعه ماورای بنفش به زمین میشه. خود اشعه ماورای بنفش یکی از اشعه های مضر هست که باعث ایجاد مشکلات زیاد برای انسان ها میتونه شوه، مثلا سرطان های جلدی و نابینایی های جلدی را میتونه ایجاد کنه، در پهلویی که برای انسان ها میتونه مشکلات ایجاد کنه، برای زرع و کشت و کشاورزی همچنین میتونه مشکلات را ایجاد کنه، باعث کاهش محصولات زراعتی میتونه شود، در پهلویش برای حیواناتی که در دریاها و ابر زندگی میکنن باعث ایجاد مشکلات میشه و باعث از بین رفتن ماهی ها در بحرها میشه. همچنان عملیه فوتوسنتیز را مختل می سازه و برش مشکلات ایجاد میکنه. این اشعه ماورای بنفش که از آفتاب به زمین میرسه به 3 قسمت تقسیم شده. اشعه ماورای بنفش که به نام UVC یاد میشه که طولش 200 تا 280 نانومتر می باشه که یک مایکرون مساوی به 1000 نانومتر و 1,000,000 نانومتر مساوی است به 1 میلیمتر. یک مبحث جغرافیایی است، بیشتر به شما به درد نمیخوره و در کنکور هم نمیاد، اما به خاطر معلومات اضافی به شما گفتم. تاثیر اشعه UVC بالای زمین و باشندگانش خوب هست و عالی هست.
و زمین از خطرات عرشه ماورای بنفش میتونه محافظت کنه، و خصوص اوی در زندجان ها و مثل انسان ها به این اشعه زیاد نیاز دارن تا که باشه بیشتر رشد کنند و غذاهای مفید را به دست بیارن. هرگاه قشر اوزون به کلی تخریب شود، هدف از هم قشر UVC است، باز هم UVC است، باز هم همه اشعه میتونه به درستی وظیفه خود را انجام بده، اما اگر تخریبش به نهایت شود و بسیار زیاد شود و ما انسان ها به همین روال خود ادامه پیدا بدیم، مشکلات زیادی را ایجاد میکنه و UVC باز در صورت نمیتونه وظایف خود را به هیچ نوع ممکن تاثیر درستی داشته باشه و وظایف خود را درست انجام بده. اشعه ماورای بنفش UVA. UVA طول موجش 280 تا 320 نانومتر است و اشعه از جمله اشعه فعال شعاع آفتاب است که همیشه حیات را و مرور زمان در مدت زمانهای طولانی میتونه تخریب کنه، یعنی برای باشنده های زمین این اشعه میتونه خطر فوری باشه، نه تنها به شکل فوری بلکه با گذشت زمان همچنان میتونه تاثیرات منفی را بر انسان ها در حیات انسان ها و در حیات سایر موجودات ایجاد کنه. نوع سوم از اشعه UVB هست که طول موجش 320 تا 400 نانومتر می باشه و این اشعه با تمام باشندگان روی زمین مضر هست، تنها بر انسان ها نه بلکه به سایر موجودات همچنان مضر هست و باعث در انسان ها مشکلاتی را که به وجود می آید، کوری چشم و سرطان های جلدی هست. زمین من حیث خانه مشترک تمام ما انسان ها هست و محل زیست تمام موجودات هی است. از این خاطر باید تلاش کنیم مایی که تا اکنون آلودگی ها را به وجود آوردیم، من بعد از ایجاد تمام آلودگی ها زمین را بتانیم محفوظ نگاه کنیم و آلودگی های موجوده ها را هم تا حد امکان از بین ببریم. موجودیت گازات مفیده اوزون در طبقه اتمسفر که می طبقه اتمسفر 11 کیلومتر ضخامت داره میتونه که بر زمین مفید باشه، ولی مایی که طبقه اوزون را با کارهای خود تخریب کردیم و باعث شدیم که گاز نایتروژن و اکسیژن مستقیما بر زمین نرسه و برعکسش اشعه سرخ و ماورای بنفش بر زمین برسه، میتونه مشکلات زیادی را بر ما انسان ها و سایر موجودات حیه ایجاد کنند. طبقه اوزون و یا اوتری همچنانی که در اول درس گفتم یک حایل است میان تشعشعات نور آفتاب و طبقه تروپوسفیر. تروپوسفیر سطح زمین که زمین را از هر گونه فعالیت های حیاتی بر انسان، حیوان و نباتات محفوظ فراهم میکنه و زمین را محافظت میکنه تا اینکه همه موجودات حیه بتونن زندگی خوبتری داشته باشند. نازک شدن طبقه اوزون باعث تخریب و تخریبش باعث میشه که هر روز به حیات موجودات هیا و برای انسان ها مشکلات زیادی رونما شود و مشکلات زیادی ایجاد شود. مطالعات جدید فضایی و طبقات هوایی که توسط ریموت سنسینگ انجام شده، جغرافیدان‌ها دریافت کردند که قشر محافظتی زمین که امو طبقه اوزون است توسط افزایش گازات و گلخانه‌ای مخصوصا در قسمت قطب جنوب باعث ایجاد تخریش و تخریب این طبقه شده که حیات انسان‌ها را تهدید میکنه و لازم و ضروری است تا انسان ها در این مورد بدانند و از استفاده مدام گازات گلخانوی خودداری کنند. در سال 1974 میلادی بعضی از دانشمندان دریافت کردند که گازات گلخانوی مثلا کاربون دای اکساید، گاز میتان، گاز نایتروژن یا اکساید نایتروژن و کلور و فلور و کاربون باعث تخریش طبقه بیشتر اوزون میشه و باید از استفاده از این جلوگیری شود. این گاز که به نام CFC یاد میشه توسط دستگاه های سرد کننده یا ایر کاندیشن ها مانند فریزر، اید کاندیشن یا ماشین های سرد کننده تولید میشه و در فضا منتشر میشه و باعث از بین رفتن و تخریب و پاره شدن طبقه اوزون میشه. همچنان در سال 1987 دانشمندان و محققین دریافتند که 50% قشر اوزون در قطب جنوب تخریب شده یا دیپلیت شده که تخریب شده و از نظر ضخامت اصلیش گفته که و از ضخامت اصلیش گفته کاسته شده. اندازه‌اش را گفتن که به اندازه یکی از کشورها هست و متاسفانه اگر ما انسان‌ها به استفاده مداوم گازهای گلخانه‌ای ادامه بدیم، مشکلات متعدد را می‌تونیم که برای
برای حیات بعدی نسل خود و سایر نسل سایر موجودات حیه در زمین ایجاد کنیم. بناهن دانشمندان در سال 1995 میلادی در مونتریال در کشور کانادا دور هم جمع شدند و در مورد تخریش طبقه اوتری صحبت کردند و گفتند که باید این جلوگیری صورت بگیره و جلسات متعدد در این قسمت گرفتند و همشان موافق به این شدند تا باید آگاهی های جهانی در این قسمت بیشتر بره و همه مردم در مورد طبقه اوزون باید بدانند. نمایندگان 124 کشور جهان در شهر لندن با هم یک جای شدند و درباره خطرات CFC صحبت کردند و یک قطعنامه را تصویب کردند و گفتند که باید تمام کشورها از این قطعنامه پیروی کنند و متعهد به این قطعنامه باشند. قسمی که قبلا براتون گفتم در سال 1998 میلادی جغرافیدان ها دریافتند که یک سوراخ بزرگی در فضای قطب جنوب به مساحت 26 میلیون کیلومتر مربع که معادل به مساحت آمریکای شمالی هست ایجاد شده و دانشمند چینایی با کشف این واقعه توانست که همکاری وسیع برای نسل بشریت داشته باشه و آگاهی بزرگی برای نسل بشری بده که متوجه طرز العمل ها و کارهای خود باشه. در سال 1999 الی 2001 میلادی دانشمندان آمریکایی در انجمن NOAA و ناسا و مرکز تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا دریافت کردند که کشفیات فان آلن به صورت قطعی درست هست، یعنی کشفیاتی که هم دانشمند چینایی انجام داده درست هست و در سال 2003 میلادی مساحت تخریش طبقه اوزون را گفتن به اندازه 26 میلیون کیلومتر مربع هست و هر روز هم بیشتر میشه و باید متوجه باشیم. بیشتر عواملی که باعث تخریب طبقه اوزون شده و رزه کردن و گفتن که گرم شدن زمین در هر سال بیشتر شده میرز و باعث شده که یخچال ها در کره زمین ذوب شوه، بحرها سطحش بالا بیایه، خشکسالی ها همچنان ایجاد شوه و محصولات زراعتی در سطح زمین کمتر شوه و خود یک مانع بزرگ بر حیات بشریت هست که خود انسان ها با دست خود ایره ایجاد کردن. در مورد طول عرشه ماورای بنفش UFC همچنان ما در درس های قبل براتون صحبت داشتم. شما میتونین که از اول تا آخر لکچر را به شکل مداومش متوجه باشین. یکی از دلایلی که باعث شده که طبقه اوزون امروزه از بین بره قطع جنگلات هست. جنگلات میتونه برای انسان ها و برای کلیه موجودات حیه مفید واقع شوند، محیط خوبی برای زیستشان باشه و از بروز سیلاب ها جلوگیری کنند و همچنان منبع خوب تغذیه که برای انسان ها و سایر حیوانات هست باشند. اما یکی از فواید عمده که جنگل ها میتونند در حیات بشری ایجاد کنند این هست که از مانع تابش مستقیم عرشه ماورای بنفش به زمین شوند و از رسیدن مستقیم این عرشه و تخریب زمین های زراعتی و موجودات جلوگیری کنند و باعث شوند که همین عرشه جذب شوه و مشکلات بر مردم و نسل بشر و کلیه موجودات حیه ایجاد نشه. اما چون انسان ها خودشان دوباره آمدن این جنگلات را قطع کردن و باعث شدن که عرشه ماورای بنفش بتانه بیشتر و بیشتر متاثر بسازه زمین را و موجودات را، به این خاطر در جهان امروز گفته شده که باید در این مورد همچنان برای مردم در مورد نقش جنگلات، در مورد مفیدیت جنگلات باید آگاهی داده شده و برشان گفته شده که جنگلات را جلوگیری از آتش سوزی میکنه و اگر شما متوجه نباشین جنگلات در آتش سوزی ها از بین بره، شما جنگلات را بر خانه سازی هایتان، برای انکشاف صنعتتان استفاده کنین، جنگلات را مناطق جنگلی را به مناطق زراعتی و مناطق زراعتی را به مناطق زیستی خود تبدیل کنین، مشکلات عمده را بر حیات انسان ها و سایر موجودات شما ایجاد میکنین و باید در هر قسمتش بر انسان ها باید معلومات داده شود.
بیشتر صحبت نمی کنم. در این مورد شما می توانید خودتان به فصل هفتم جغرافی صنف 12 برین و در این مورد سوالاتی که وجود داره و درس هایی که وجود داره مطالعه داشته باشین. اصطلاحاتی که در این فصل در جغرافی صنف 12 در موردش صحبت شده و ذکر گردیده، تمامش به شکل مشرحش در آخر فصل هشتم جغرافی صنف 12 هم آمده و شما هر اصطلاحی را که باش با مشکل روبرو شده این، مثلا یکی اکولوژی چی هست، اقلیم چی هست، رشد طبیعی نفوس چی هست، هایوی یا شاهراه چی هست، قشر اوزون چی هست، سلولر چی هست، ترانسپورتیشن چی هست، یخچال ها چی هست و سایر موضوعات، اگر شما با او با مشکل روبرو شده این، میشه که به جغرافی صنف 12 هم مراجعه کنین که از صفحه 211 کتاب صرف جغرافی صنف 12 هم آغاز میشه. اصطلاحات همیشه مرور داشته باشین و ممکن هست در امتحان کنکور بیای، ولی تا اکنون از این اصطلاحات چیز واضحه در فرم ها دیده نشده. همچنان از فصل اخیره همی که من براتون تا اکنون تشریح کردم، اما یک چند سوال من براتون ذکر میکنم و ممکن هست در فصل ها و در فرم های کنکوری بیای. ای است که طول موج اشعه ماورای بنفش از UVC چند نانومتر است؟ من براتون گفته بودم 200 تا 480 نانومتر. سوال بعدی را که میشه در فرم های کنکور شما دریافت کنید ای است که در کدام سال دانشمندان دریافتند که سوراخ بزرگ در قطب جنوب به وجود آمده و او هم سال 1998 است؟ من براتون گفته بودم تنها راه چاره حفظ این سال ها هست. سوال بعدی است که مساحت سوراخ بزرگ در قطب جنوب به چه اندازه هست؟ این را هم گفتم 26 میلیون کیلومتر هست. با تشکر از تک تک شما شاگردای عزیز از اینکه همیشه شما همراه بودین با ما و درس ها را با ما دنبال کردیم. بالاخره رسیدیم با آخرین و پایانی ترین قسمت های از لکچر های مداوم جغرافی صنف 12 هم. تشکر از اینکه همیشه ما را همراه بودین و لکچر های ما را دنبال کردین. آخرین لکچر درس جغرافی صنف 12 هم به پایان رسید. امید است که توانسته باشیم در این قسمت یار و همراه خوبی بر شما بوده باشیم و مشکلاتان را مرفوع کرده باشیم. سوالات کنکوری را که همچنان به شکل نمونوار بر شما حل کرده باشیم، توانسته باشد بر شما یک رهنمود خوبی باشد تا اینکه شما بدانید چگونه در فرم های کنکور بر شما سوالات می آید و بتانید اون سوالات را حل کنید و همچنان بتانید که موضوعاتی را که در جغرافی صنف 12 هم ذکر شده بدانین که به چه نحوش در کنکور سوال میه و چگونه شما باید او را به حافظه بسپارین. در ضمن همچنان هدف کلی ما، یکی از اهداف دیگه ما از آموزش جغرافی صنف 12 هم این بود تا اینکه شما را با موضوعات دین و زبان و شاهراه ها و نژاد ها و مواصلات و حدود عربی کشور خودتان و سایر کشورهای جهان آشنا بسازیم و مقایسه کلی شما داشته باشین کشور خودتان را با سایر کشورها و در موردش اطلاع پیدا کنین. من حیث یک فردی که فارغ صنف 12 هستین، هر آنچه که از شما در مورد جهان سوال میشه باید بدانین. موضوعاتی که در جغرافی صنف 12 هم ذکر شده موضوعات عمده ای است که در جریان کارهای آینده تان برای که شما نسل آینده ساز کشورتان هستین میشه هر کس از شما بپرسه و باید در این مورد اطلاعات داشته باشین، مخصوصا در مورد حدود عربی کشورتان، در مورد نفوس کشورتان، در مورد سرحدات کشورتان، در مورد نژادهایی که در جهان وجود داره، در مورد دینهایی که در جهان وجود داره. یک جایی ازتان بپرسن که دین شنویزم چیست، شما باید آرام نباشین و در این مورد آنچه که جغرافی صنف 12 در لکچرهای مداوم ما بر شما ارائه کردیم و در کتابتان هست باید برای شاگردایتان، برای نسلهای بعدیتان منتقل بسازین، هر آنچه را که یاد گرفتین و خاموش باقی نمانین. تبادله اطلاعات و معلومات یکی از راه‌های بسیار خوب هست که میتونین که نسل‌های بعدی را ذهنشان را بازتر و آگاه‌تر بسازین، مخصوصا در قسمت طبقه اوزون که بر حیات جامعه بشری بسیار زیاد عمده هست و ما در درس امروز در موردش آگاهی پیدا کردیم که چرا طبقه اوزون مهم هست و چرا از بین رفته و ما چیکار کنیم که این طبقه را بتونیم مسئول نگاه کنیم. شما را با همی آخرین درس جغرافی صنف 12 هم به الله پاک منان می سپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشید.